بسم الله الرحمن الرحیم سلام بینندگان عزیز وقت شما بخیر توجه نمایید به خبر ساعت ده تلویزیون تمدن رسانه های رژیم صهیونیستی بامداد امروز گزارش دادند که 28 سفارت و کنسولگری این رژیم به دلیل تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران بسته شده است این رسانه ها به نقل از مقامات صهیونیستی گزارش دادند که این سفارتخانه ها و کنسولگری ها از بیم پاسخ تلافی جویانه تهران به حمله به کنسولگری ایران در سوریه تخلیه شدند گزارش ها از امریکا نیز حاکی از آن است که واشنگتن خود را برای حمله احتمالی ایران به رژیم اسرائیل یا اهداف مربوط به امریکا در خاور میانه آماده می کند جمهوری اسلامی ایران به دنبال حمله روز دوشنبه رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق سوریه هشدار داد که به این اقدام رژیم اسرائیل پاسخ پشیمان کننده خواهد داد در همین حال روز جهانی قدس با حضور هزاران نمازگزار در مسجد جامعه فاطمیه قندهار گرامی داشت شد. خطیب مسجد جامعه فاطمیه گفت مسلمانان جهان متحدانه باید در برابر جنایات رژیم اسرائیل بیستند و اجازه ندهند رژیم صهیونیستی بیشتر از این مردم بی‌دفاع فلسطین را به بر شهادت برسانند. وزیران خارجه امریکا و پاکستان در یک گفتگوی تلفنی در مورد روابط دو جانبه مسائل منطقه‌ای و تحولات افغانستان گفتگو کردند وزارت خارجه امریکا گفته آنتون بلینکن در گفتگو با محمد اسحاق دار در برای همکاری دو جانبه مبارزه با تروریسم پیشبرد امنیت اقتصادی گسترش روابط تجاری و سرمایه گذاری در این کشور گفتگو کرده است با این حال در بیانیه‌های نشر شده از سوی دو کشور جزئیات بیشتر درباره تحولات افغانستان مبارزه با تروریسم و سایر موضوعات مورد بحث میان دو طرف ارائه نشده است بانک مرکزی اعلام کرده که به هدف حفظ و ثبات ارزش پول افغانی امروز شنبه 15 میلیون دلار امریکایی را دا تا طلبی به فروش می دساند. این بانک از تمامی بانک ها و شرکت های صرافی و خدمات پولی واجد شرط خواسته که در این داو طلبی اشتراک کنند. بانک مرکزی هر از گاهی به هدف حفظ و ثبات ارزش پول افغانی ده میلیون دلار را وارد بازار می کند. و خبر اخیر این که اتحادیه ای اروپا اعلام کرده که 150 هزار یورو معادل بیش از 11 میلیون افغانی را برای خانواده های آسیب دیده از سرمایه شدید اختصاص داده است این کمک مالی اتحادیه اروپا از طریق فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر IFCIRC برای حدود 11200 نفر در شمار از ولایت های آسیب دیده افغانستان از جمله بادغیس و کندوز ارسال شده است اتحادیه اروپا در خبرنامه گفت کمک های ارائه شده شامل لباس لوازم ابتدایی مواد بهداشتی و پول نه قط بوده است با پایان بسته خبرین ساعت رسیدیم سپاسگزارم از توجه شما بقیه روز خوش خدا نگهدار